سلام عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل من خیلی خوش اومدین. توی آموزش امروز میخوایم با هم دیگه این مدل هدبند رو ببافیم. برای هر سایزی قابل اجراست از کودکی تا بزرگسال فقط نیازمند این هستش که اندازه دور سر رو داشته باشین. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنم خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید. خب من برای بافت از نوع مهر استفاده میکنم، رنگ اصلی بافتم رو از این رنگ استفاده میکنم و طرحی که میخوام روی بافتم اجرا بکنم رو از این رنگ استفاده میکنم. میتونید هم از 5 میل برای بافت استفاده بکنید، هم از میل هایی که سیمی هستن و بوکسلی هستن. خب من دونه هامو سر انداختم، 48 دونه سر انداختم با یه کاموای دیگه. دونه هاتون رو با یه کاموای دیگه سر بندازیم و رنگ اول بافتتون از کاموای اصلی استفاده بکنید. تعداد دونه هم 48 دونه است که این تعداد ثابته. اگر میخواین پهنای کارتون رو بیشتر یا کمتر بکنید شماره میلتون رو تغییر بدید. من اینجا از میل شماره 3.5 استفاده میکنم که اگر میخواین پهنای کارتون بیشتر بشه شماره میلتون رو مثلا از 4-4.5 به این صورت بالاتر استفاده بکنید که پهنای کارتون بیشتر بشه. توی بافت هم میتونین از 5 میل استفاده بکنین چون باید بافتمون گرد بشه و گرد بافی داریم، هم میتونین از میل هایی که سیم دارن یا همون میل های بوکسلی استفاده بکنین که هر دو روش رو من توی این ویدیو بهتون آموزش میدم که از هر کدوم راحت تر بودین از همون روش استفاده بکنین. اول از میل بوکسلی استفاده کردم و الان میخوام دونه هام رو ببافم. 48 دونه دارم و میخوام 10 رج دونه هام رو به صورت گرد بافی به سمت زیر ببافم. نخی که میخوام بافتم رو باش انجام بدم میارم و از این 48 تا نصف دونه هام که میشه 24 تا دونه رو به سمت زیر میبافم. از شروع رج شروع میکنم 24 تا دونه به زیر میبافم. ببینید 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 و 24 تا دونه به سمت زیر بافتم. 24 تایی دیگه برام باقی مونده. چون که میخوام بافتم و گرد بکنم برای راحتی کار برای عزیزانی که با میلهای بوکسلی میخوان این بافت رو انجام بدم به این صورت بافت رو تا میزنم از این قسمت. ببینید دونه هم نصفش رفت روی میل پشتی، نصفش روی میل جلویی. کاری که انجام میدم الان دونه هایی که بافتم که روی میل هست رو میل رو میکشم که دونه ها بیفته روی سیم به این صورت. از اینجا دونه هایی که 24 تای بعدی که روی میل هست رو به سمت زیر میبافم. ادامه میدم همه یه دونه ها به زیر تا به آخر رج برسم. های رج رسیدم، 24 تای دوم رو هم بافتم. حالا ببینید بافتم من به این شکل. الان از اینجا بافتو میچرخونم به این صورت. ببینید الان دونه های بالا روی میله، دونه های پایین روی سیمه. چیکار میکنم؟ دونه های بالا که روی میل هست رو میل رو میکشم که این دونه ها بیفتن روی سیم به این صورت. این دونه های پایین که روی سیم هستن رو میارم روی میل میندازم به این صورت. حالا از این قسمت از دونه اول بافتم رو شروع میکنم. میخوایم بافتمون گرد بشه. ببینید نخ بافت من به میل پشت متصله. الان میخوام از میل جلو از دونه اول بافتم رو شروع بکنم که بافتم گرد بشه. قبلش حواستون باشه که این قسمت بافتتون پیچ نداشته باشه. حواستون به این باشه وگرنه پیچ میخوره و بافتتون خراب میشه. این رج دوم بافتمونه. دونه هامو به زیر میبافم تا به انتهای رج برسم. ببینید دوباره بافت رو میچرخونم. الان دوباره دونه های بالا که الان بافتیم روی میله، دونه های پایین روی سیمه و باید دوباره این دونه های بالا که روی میل هست میل رو بکشم دونه هاش بیفته روی سیم، بعد دونه های پایین که روی سیم هست بندازمشون روی میل که شروع کنم به بافتنشون.
حالا دوباره از اینجا بقیه دونه ها رو به زیر می بافم تا به آخر رج برسم. برای بافت به صورت گرد بافی با میل های بوکسلی، زمانی که حلقه بافتمون کوچیکه از این روش استفاده میکنیم و دونه ها رو به این شکل میبافیم. هر موقع که رج رو برگشتم، دونه هایی که بافته بودم رو میندازم روی سیم، دونه هایی که میخوام شروع کنم به بافتن رو میندازم روی میل و بافت رو انجام میدم. به انتهای این میل رسیدم، مجدد از اینجا رج رو بر میگردم. دونه هایی که الان بافتم روی میله، به این صورت میل رو میکشم، دونه ها بیفته روی سیم و از این سمت دونه هایی که الان میخوام ببافم رو میندازم روی میل. و شروع میکنم ببافتن. به صورت گرد بافی این کار رو به همین شکل انجام میدم تا 10 رج بافت داشته باشم. 10 رج میخوایم ساده بافی داشته باشیم. حالا برای عزیزانی که میخوان از 5 میل استفاده بکنم برای بافت. ببینیم برای بافت 5 میل کاری که باید انجام بدیم اینه که تعداد دونه هامون رو تقسیم بکنیم و یه تعدادش رو مثلا روی 1 میل بندازیم، یه تعدادش رو روی 1 میل دیگه، به همین ترتیب. من الان تعداد دونه های 24 تای اولمو با 1 میل میبافم. شروع میکنم دونه هامو به زیر میبافم تا این میل بافتم تمام بشه. در حقیقت 24 تای اول رو دارم با این میل میبافم. حالا میام سراغ 24 تای دوم. دوباره رجا برمیگردم، این دونه ها رو میندازم روی میل که رو سیمه. خب حالا این قسمت 24 تای دوم رو دو تا قسمتش میکنم. قسمت اولش رو با 1 میل دیگه از این 5 میلم به زیر میبافم که میشه 12 تا دونه. این 12 تا رو که با این میل بافتم، حالا از 1 میل دیگه استفاده میکنم و 12 تای بعدی رو با 1 میل دیگه میبافم. به این صورت. حالا از میل 4 استفاده میکنم و شروع میکنم به بافتن دونه ها. توی رج 4 هستیم، میخوایم دونه هامون رو به زیر ببافیم. دوباره ببینید این قسمت از میل 4 استفاده میکنم و دونه های میل 1 رو به زیر میبافم. ادامه میدم تا دونه های روی این میل اولم تمام بشه. دونه های روی میل 1 که تموم شد، میل 1 آزاد میشه. از همین میل استفاده میکنم، دونه های روی میل 2 رو به زیر میبافم. دونه های روی میل 2 رو که بافتم، ببینید میل 2 آزاد میشه. از همین میل استفاده میکنم، دونه های روی میل 3 رو به سمت زیر می بافم. دونه های روی میل 3 رو که بافتیم، ببینیم میل 3 آزاد میشه. انتهای رجم دوباره رج جدید بافتمون از میل 1. مجدد شروع میکنم دونه های روی میل 1 رو به سمت زیر میبافم. ادامه میدم، میل 1 که تموم بشه میرم سراغ میل 2. به همین ترتیب به صورت گرد بافی با 5 میل که الان اینجا 4 تا میلش داریم استفاده میکنیم، دونه هام رو میبافم تا 10 رج ساده بافی برای قسمت پایین هدم داشته باشم.
بعد از اینکه 10 رج ساده بافیم رو انجام دادم، این قسمت اول میام میخوام درز اینجا رو ببندم. برای این کار این دونه هایی که با یک نخ دیگه سر انداخته بودم رو باز میکنم و حلقه هایی که دارم رو از بافت اصلی میندازم روی 1 میل. حواستون باشه تو حین باز کردن این نخ دونه ای از بافتتون در نره. نخو میکشم و دونه هایی که آزاد میشه رو روی میل میندازم. نصفش رو میندازم روی 1 میل، نصفش رو میندازم روی 1 میل دیگه. 24 تای اول روی 1 میل، 24 تای دوم روی 1 میل دیگه. خب من دونه هامو همونطوری که میبینین انداختم روی میل، 24 تا روی میل عقب، 24 تا روی میل جلو و الان میخوام اینا رو با هم دو تا یکی بکنم که درز این قسمت بسته بشه. از همون نخ اضافه‌ای که ابتدای رنج داشتم استفاده میکنم و درزش رو میبندم. ببینید دونه اول از میل جلو رو میگیرم، میندازم روی میل پشتی. حالا دونه اول روی میل جلو و میل پشتی رو با هم به زیر دوتا یکی میکنم. به این صورت هر دوتا دونه رو هم آزاد میکنم. دوباره ببینید دونه اول میل جلو رو میگیرم، میندازم روی میل پشتی، با دونه اول روی میل پشتی با هم به زیر دوتا یکی میکنم، از رو میل آزادشون میکنم. مجددن دونه اول روی میل جلو برداشته میشه، میذارمش روی میل پشتی، با دونه اول روی میل پشت با هم به زیر دوتا یکیش میکنم. دوباره این کار همینطوری ادامه میدم تا درز این قسمت کامل بسته بشه و فقط 24 تا دونه روی 1 میل برام باقی بمونه. به انتهای کار که رسیدم همونطوری که میبینین کامل درز این قسمت بسته شده و فقط 24 تا دونه برام باقی مونده. این اضافه نخ رو هم ببرین سمت داخل کار به کمک قلاب که بیرون از کار نباشه. از سمت داخل هم یه گره بهش بزنید، به یکی از دونه ها اول وصلش بکنید، یکی از این نخ ها رو. به این شکل از لای یکی از این دونه ها میارم بیرون و یه گره بهش میزنم که سفت بشه و بعد نخش رو قطع میکنم که این دیگه داخل کاره و دیگه بیرون از کار نیست. قبل از اینکه مدل رو شروع بکنم یه نکته بهتون بگم که مدلی که الان اجرا میکنیم روی 24 تا دونه اول که اجرا میشه، از شروع رج تا آخر رج روی 24 تا دونه دومم که پشت کارمونه اجرا میشه. یعنی یه 24 تا روی مدل اجرا میکنیم، رجا برمیگردیم میام این سمت و روی 24 تای دوم هم همون مدل رو دقیقا از رج یک، از دونه یک تا 24 روی 24 تای دوم که انتهای رجم هست اجرا میشه. عکس نقشه رو روی ویدیو براتون میذارم، بالای ویدیو هم رج به رج براتون میذارم که قشنگ بدونید که به چه شکل باید بافتش انجام بشه. روی نقشه 4 تا خونه اول رو به رنگ سفید کشیده که رنگ اصلی بافتمه و 4 تا رو با رنگ سفید به زیر می بافم. 1 2 3 و 4. حالا از اینجا 3 تا خونه بعدی رو با رنگ مشکی کشیده که من اینجا از رنگ دومم استفاده می کنم و به سمت زیر 3 تا دونه بعدی رو می بافم. 1 2 و 3. 3 تا دونه بعدی رو دوباره سفید کشیده، پس از نخ سفیدم استفاده میکنم و 3 تا دونه بعدی رو با نخ سفید می بافم. یه نکته ای که بهتون بگم، تو حین اینکه نخ ها رو دارین تغییر میدین حواستون باشه که الان که دوباره میخوام از نخ قرمز رنگم استفاده بکنم، زمانی که دونه رو میبافین اینجا نختون خیلی نکشید که بافتتون کیست نیفته و چین نخوره. 3 تا دونه سفید بافتم، بعدش میگه 2 تا دونه با رنگ مشکی، حالا یا همون قرمز، اما 2 تا قرمز بباف. 2 تا رو قرمز میبافم.
حالا 8 خونه بعدی رو سفید کشیده، مجدد رنگ بافتم رو عوض میکنم، از رنگ سفید استفاده میکنم و 8 دونه سفید میبافم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8. بعد از این 8 تا، دو تا خونه بعدی به رنگ مشکی کشیده شده، پس دو تای بعدی رو با رنگ دوم بافتم به سمت زیر میبافم. ببینید زمانی که این دو تا رو میبافین، اینجا اگه نخ بافتتون رو بکشین، اینجا بافتتون کیست میفته. این پشت کار حواستون باشه که این نخ نباید زیاد کشیده بشه. دو تا دونه یه بعدی باید سفید بافته بشه. دو تای آخر رو سفید میبافم. و ببینید 24 تای اول بافت من بافتش انجام شد. میام سراغ 24 تای بعدی و از شروع رشت تا به اینجا رو روی این 24 تای بعدی هم اجرا میکنم. یعنی دوباره 4 تا دونه اول سفید میبافم. 1, 2, 3 و 4. 3 تا دونه بعدی رو قرمز میبافم. 1, 2, 3. 3 تا دونه بعدی رو سفید میبافم. 1, 2, 3. 2 تا دونه بعدی رو قرمز میبافم. 1, 2. 8 دونه بعدی رو باید سفید ببافم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8. دو تای بعدی رو باید قرمز ببافم. 1, 2. دو تای بعدش سفید. یعنی همون بافتی که روی 24 تای اول اجرا کردم، روی 24 تای دوم هم اجرا کردم. میام رج دوم بافتمون. توی رج دوم میگه 3 تا دونه اول سفید بباف. 3 تای اول رو سفید میبافم. 1, 2, 3. بعدش میگه 4 تا دونه بعدی رو قرمز بباف. 4 تای بعدی رو قرمز میبافم. 1, 2, 3 و 4. بعدش میگه 3 تا دونه سفید بباف. دوباره نخ بافتم رو عوض میکنم. 3 تای بعدی رو سفید میبافم. 1, 2, 3. دوباره میگه 3 تا قرمز بباف. 3 تا قرمز میبافم. 1, 2, 3. میگه 4 تای بعدی رو سفید بباف. 4 تا مربع سفید دارم. 1, 2, 3, 4. بعدش 2 تا قرمز. 1, 2. بعدش 5 تا سفید. نخ بافتم رو عوض میکنم. 5 تای بعدی رو سفید میبافم. 2, 3, 4 و 5. 24 تای اولم تموم شد. میام سراغ 24 تای دوم و همون بافت رو روی 24 تای دومم انجام میدم. دیگه از اینجای ویدیو به بعد من 24 تای دوم رو براتون نمیذارم. خودتون دیگه دقیقا عین همین چیزی که الان با هم بافتیم روی 24 تای بعدی باید اجرا بشه. ببافیم تا بیم رج سوم بافتمون. رج سوم مدلمون هستیم. توی رج سوم میگه 3 تا دونه اول رو سفید بباف. 3 تای ابتدای رج رو سفید میبافم. 1, 2, 3. 3 تای بعدی رو میگه قرمز بباف. 3 تای بعدی رو قرمز میبافم. 1, 2, 3. 4 تای بعدی رو میگه سفید بباف. 1, 2, 3 و 4. 3 تای بعدی رو میگه قرمز بباف. 1, 2, 3. 5 تای بعدی رو سفید میگه بباف. 1, 2, 3, 4 و 5. 3 تا دونه بعدی رو باید قرمز ببافیم.
یک، دو، سه و سه تا دونه آخر رو سفید. یک، دو، سه. این همین بافتا روی 24 تا دونه پشت هم تکرار میکنم و میایم برای رنج چهار. رنج چهار هم مدلمون هستیم. توی رنج چهار سه تا دونه اول سفید بافته میشه. یک، دو، سه. سه تا دونه یه بعدی رو قرمز باید ببافم. یک، دو، سه. چهار تا دونه یه بعدی باید سفید بافته بشه. یک، دو، سه، چهار. سه تا دونه یه بعدی قرمز باید بافته بشه. یک، دو، سه. پنج تا دونه یه بعدی باید سفید بافته بشه. یک، دو، سه، چهار و پنج. چهار تا دونه یه بعدی رو قرمز باید ببافیم. یک، دو، سه، چهار. دو تا دونه یه آخر رو سفید. یک، دو. از شروع رنج تا اینجا روی 24 تا دونه پشت هم باید اجرا بشه. رنج پنج مدل هستیم. ابتدای کار سه تا خونه اول سفید می بافم. یک، دو، سه. چهار تا خونه بعدی، چهار تا دونه بعدی رو قرمز می بافم. یک، دو، سه و چهار. ستای بعدی رو سفید می بافم. یک، دو، سه. ستا دونه بعدی رو قرمز می بافم. یک، دو، سه. پنجتا دونه بعدی باید سفید بافته بشه. یک، دو، سه، چهار، پنج. پنج تا دونه یه بعدی رو هم باید قرمز ببافم. یک، دو، سه، چهار و پنج. دونه آخر رو هم سفید باید ببافم. از شروع رنج تا اینجا رو برای 24 تای پشت تکرار میکنم تا بیام رنج شش. خب ببینید من تا اینجا پنج رنج براتون مدل رو اجرا کردم که نحوه تغییر رنگ هنگ بافت و همینطور نقشه خوانی رو آموزشش رو ببینید. از اینجای بافت به بعد دیگه دقیقاً بافتمون به همین شکل بافته میشه که حالا طبق الگوی نقشه شما چند تا سفید ببافین، چند تا حالا رنگی که میخواین مدلتون روش اجرا بشه. توی نقشه هایی که براتون تصویرش رو روی ویدیو گذاشتم خونه های سفید رنگ، یعنی رنگ اصلی بافتتون که حالا اینجا رنگ اصلی بافت من سفید بوده و تعداد خونه های سفید یعنی تعداد دانه، مثلا اگر سه تا خونه سفید کشیده یعنی سه تا دونه باید شما به رنگ اصلی بافتتون ببافید. خونه های مشکی یعنی رنگی که میخواییم بافتتون مدلتون رو روش اجرا بکنید که من اینجا از رنگ زرشکی استفاده کردم. مثلا اگه دو تا خونه مشکی کشیده یعنی من باید دو تا زرشکی ببافم، دو تا دونه زرشکی ببافم. از رنج 1 تا رنج 38 رو توی بافتم میبافم و بعد از اون که به رنج 38 رسیدم دوباره از رنج 1 مدل، کاری به این 10 رنج نداریم ما، از رنج 1 مدل تا رنج 38 رو هی باید توی بافتم تکرار بکنم. این بافت رو، این 38 رنج رو انقدر تکرار میکنین تا نوار بافتمون به اندازه دور سر شخصی که میخواییم براش هدبند رو ببافیم برسه. اگر وسط های این 38 رنج مدل بافتتون به اندازه دور سر رسید همونجا بافت رو استاپ کنید. مثلا من دو تا 38 تا میبافم، توی 38 تای سوم وسط های این 38 رنج من به اندازه ای که میخوام میرسه بافتم طول این نوار بافتم و از اونجا بافت رو متوقف میکنم، یعنی دیگه نیازی نیست حتما 38 رنج کامل بشه توی انتهای کار.
از اینجا به بعد بافت رو ادامه میدم میبافم تا به ارتفاعی که میخوام برسه و برمیگردم. خب من بافتم رو انجام دادم، یه 38 رج مدل، دوباره یه 38 رج مدل و یک 23 رج مدل رو بافتم، یعنی سری آخر مدل رو تکمیل نکردم به خاطر اینکه به اندازه دور سری که میخواستم رسیده. حالا با توجه به سایزی که داریم میبافیم باید متر بکنیم کار رو، که الان بافت من شده 40 سانت. شما باید متر بکنیم ببینید چند سانته برای دور سر شخصی که میخواییم ببافین بافتتون اندازه باشه. بعد از اینکه به این قسمت کار رسیدم 10 رج میخوام برای مدلم مثل ابتدای کار شروع کنم به بافت ساده بافی. نخ قرمز رنگم رو قطع کردم و میخوام مثل ابتدای کار 10 رج آخر رو با رنگ سفیدم به سمت زیر ببافم. از شروع کار همه دونه ها به زیر به اندازه 10 رج. گرد بافی میکنم 10 رج و برمیگردم. خب بعد از اینکه 10 رج برای این قسمت بافت ساده بافی انجام دادم، مثل این سمت کار که درز کار رو بستیم اینجا هم باید درز کار رو ببندم. نصف دونه ها ابتدای رج روی یک میل، نصف مابقی روی یک میل دیگه و شروع میکنم به بستن درز کار. دونه اول از میل جلو رو میگیرم میندازم روی میل پشتی، با دونه اول روی میل پشت با هم به سمت زیر دوتا یکیش میکنم. دوباره دونه اول از میل جلو و دونه اول از روی از میل پشتی با هم به زیر دوتا یکی میشه. به همین ترتیب تا انتهای رج این کار رو انجام میدم که درز این قسمت کارم بسته بشه و فقط 24 تا دونه روی میل برام باقی بمونه. بعد از اینکه درز این قسمت کار رو بستم 24 تا دونه الان روی میل دارم. این 24 تا دونه رو نصفش رو میندازم روی یک میل و نصفش رو میندازم روی یک میل دیگه، یعنی 12 تا روی یک میل 12 تا روی یک میل دیگه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده 11 و 12 تا هم روی این میل دارم. این سمت بافت رو هم به همین صورت دونه هایی که روی نخ انداختم رو میندازم روی میل. 24 تا دونه است، نصفش رو میندازم روی یک میل، نصفش رو میندازم روی یک میل دیگه. خب ببینید من دونه هام رو هر کدومشون رو به دو قسمت تقسیم کردم، 12 تا روی میل 1 12 تا روی میل 2. این سمت هم به همین صورت. حالا ببینید زمانی که میخوام دوخت این قسمت انجام بدم، این لبه کار رو ببینید، وقتی که دونه هامو دوتا یکی کردم اینجا لبه ها رو ببینید، دونه ها به رو هست، باید بافتتون توی این سمت قرار بگیره، یعنی این سمت کار. ما هیچ دونه ای لبه کار نداریم ولی این سمت قشنگ برجستگی های دونه ی رو وجود داره، پس بافت به این صورت قرار میدم. حالا ببینید من روی سمت چپ دوتا میل دارم، سمت راستم دوتا میل دارم. کاری که بعد انجام بدم میل بالای سمت چپ رو کنار میل پایین سمت راست قرار بدم به این صورت. این دوتا کنار هم دیگه قرار میگیره. حالا بعد از اینکه این دوتا رو کنار هم قرار دادم، میل بالای سمت راست رو خم میکنم کنار اینا، کنار این دوتا دونه میل. و بعد از اون میل پایین سمت چپ رو خم میکنم کنارشون. ببینید چهار تا میل به این صورت کنار همدیگه خم میشه. حالا یک بار دیگه هم انجام میدم ببینید. میل بالای سمت چپ با میل پایین سمت راست کنار همدیگه قرار میگیره. حالا میل بالا سمت راست رو خم میکنم کنارشون، میل پایین سمت چپ رو هم خم میکنم کنارشون. این میل رو بیارم با روی کار. به این صورت چهار تا میل کنار هم قرار میگیره. حالا نخ بافتمون وصل به
این سمت کار. پس از همین سمت شروع میکنم به بستن دونه ها. 4 میل کنار هم. برای بستن درز کار از قلاب استفاده میکنم. 4 میل کنار همه دونه اول از میله اول با قلاب میگیرمش. دونه اول از میله دوم رو هم با قلاب میگیرم. دونه اول از میله سوم رو هم با قلاب میگیرم. دونه اول از میله چهارم رو هم با قلاب میگیرم. 4 حلقه روی قلابمه. هر 4 رو با هم یکی میکنم. دوباره دونه اول از میله اول رو با قلاب میگیرم. دونه اول از میله دوم رو با قلاب میگیرم. دونه اول از میله سوم رو با قلاب میگیرم. دونه اول از میله چهارم رو هم با قلاب میگیرم. 5 حلقه الان روی قلابم دارم. یه دونه از قبل که 4 یکی کردم دارم. 4 هم الان از دونه هام گرفتم. هر 5 رو با هم 5 یکی میکنم. دوباره دونه اول از میله جلو، دونه اول از میله دوم، دونه اول از میله سوم، دونه اول از میله چهارم. هر 5 حلقه با هم یکی میشه. به همین ترتیب این کار را انجام میدم تا تمام دونه هم بسته بشه. پنج تا حلقه آخر رو که یکی کردم، یک زنجیره میزنم، نخ بافتم رو قطع میکنم. من اضافه نخ رو به کمک سوزن میبرم بین کار. بافتم رو پشت رو میکنم و قشنگ با دست به این قسمت بالای کار فرم میدم و همونطوری که میبینیم هدبندمون آماده شده. خب بافت هدبندمون هم آماده شد. امیدوارم که از آموزشش لذت برده باشین. قبل از استفاده بهتره که بشوریدش و بذارید خوش بشه و بعد ازش استفاده بکنید. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.